من هم سلام و عصر خیر میگم به تک تک شما برادر خواهرای عزیز، مهمانهای عزیز که امروز اینجا هستید. همونطور که پاستور عزیز در پرستش اعلام کرد، امروز روز آزادی است. آمین. امروز روز پیروزی است. امروز روز شفاست. امروز روز سلامتی است. امروز روزی هستش که خدا به صورت خاص میخواد قوم خودش رو تفقد کنه، میخواد دلجویی کنه، امروز میخواد خودش رو آشکار کنه، راههای خودش رو، فکرهای خودش رو. قبل از اینکه کلام رو شروع کنم، نقل قولی رو میخوام بگم از جان کالوین. دو سال پیش یک بار فکر میکنم اینو گفته بودم، اما دوباره به جاست که این رو بگم. جان کالوین از الهیدان بزرگ مسیحی اینطور میگه: اگر واعظی بر روی سکوی موعظه، بر روی سکوی خطابه بیسته و موعظه کنه و نخست خطاب موعظه خودش نباشه، همون بهتر که بر روی سکوی خطابه بیفته و گردنش بشکنه تا اینکه موعظه رو به اتمام برسونه. اینو میخوام بگم عزیزان، اگر من امروز اینجا ایستادم و این کلام رو میخوام با شما در میون بذارم و موعظه کنم، خطاب اول به خود من هستم. اول با خودم دارم صحبت میکنم، اول خطابش به من هست. اگر اینجا هستم به این معنی نیست که من بهتر از شما هستم، از چیزهایی که میخوام بگم عبور کردم، پرفکتم، نه. فقط با تکیه به امانت و عطایی که خدا به من بخشیده و از من خواسته که برای بنا و تجهیز کلیسا استفاده کنم، اینجا هستم. و باز هم مثل پولس در دوم قرنتیان باب دو میگه: مثل سخنگوی خدا از قول خدا میخوام سخن بگم با شما. پس اگر در حین موعظه عزیزان رو تو خطاب میکنم، من رو نبینید، آرش رو نبینید و از جانب خدا این تو رو بردارید. آمین. به قول برادر فراز با من تو یه صفحه هستین، بعد نگید از اون بالا تو گفتی. خدا رو شکر. چه کسانی دو هفته گذشته از ابتدای سال در کلیسا بودند و موعظه ها رو شنیدند؟ خدا رو شکر. اکثر عزیزان پس بودید در دو هفته‌ای که گذشت، همونطوری که ویزیون سال 2020 بود، رویا که میخوایم بریم و وارد سرزمین کنعان بشیم. هفته اول از کشیش نسرین عزیز شنیدیم که قبل از اینکه یوشع بخواد با قوم بره به اون سمت، فرشته خدا با او ملاقات کرد، به او گفتش که نعلین خودت رو، کفش خودت رو در بیار. این زمینی که میخوای بری زمین مقدسیه. این نعلین سمبول هر آن چیزی که به ما وصله، که جدا کردیم، قدم رو برداشتیم برای میز عشا. هفته گذشته موعظه عالی و غنی پاستور عزیز رو شنیدیم که چطور قومی که خودش رو ضعیف میدید، قومی که خودش رو نه اینکه ضعیف میدید بلکه حقیقتا ضعیف بود، ناتوان بود، اما چطور وقتی که خدا استراتژی خودش رو داد و قوم یوشع و تمام رهبران اطاعت کردند، تونستند اون شهر اریها رو که اینجا دیدیم، اون دیوارهای قطور و ضخیم بریزه. استراتژی چی بود؟ اینکه 7 روز در 6 روز اول سربازان بودند که باید جلو می رفتند، بعد از اون 7 کاهن که کرنه ها رو در دست داشتن، کرنه ها می نواختند، بعد از اون تابوت عهد بود که سمبول حضور خداونده، سمبول عیسی مسیح و پشت تمام قوم. قوم اطاعت کردند، 6 روز رو گشتند، هیچ سرصدایی نکردند، در سکوت کامل. و روز هفتم شنیدیم که قوم بعد از هفتمین بار که کرنا نواخته شد فریاد کشیدند، دیوارها فرو ریخت و تمام قوم اسرائیل تونستن وارد اریها بشن و این پیروزی بزرگ رو تجربه کنن. اونا یک بار دیگه تونستند قدرت خدا رو، عظمت خدا رو، معجزه خدا رو تجربه کنند. اما قبل از اینکه وارد اریها بشن، قبل از اینکه در واقع در هفتمین بار که فریاد برارند و دیوارها بریزه، خدا از طریق یوشع با قوم صحبت کرد و یک پیامی به اونها داد، یک خواسته ای از اونها داشت. اگه کتاب مقدس همراهتونه، میتونید باز کنید با هم، همچنان در کتاب یوشع باب 6 و 7 هستیم. البته آیه ها رو اینجا هم خواهید دید، نه همه رو ولی خواهید دید. یوشع باب 6 آیه 16 و 19، 16 تا 19 رو تیکه تیکه با هم میخونیم جلو. قوم 6 روز گشتند و الان روز هفتمه. در مرتبه هفتم پس از آنکه کاهنان کرنه ها رو نواختند، یوشع به قوم فرمود: فریاد برآورید، زیرا خداوند شهر را به شما داده است. این شهر و هر آنچه در آن است میباید به تمامی تقدیم خداوند شده حرام گردد. قبل از اینکه بخوان اونها وارد بشن، قبل از اینکه دیوارها بریزه، یک بار دیگه یوشع وعده خدا رو یادآوری میکنه به قوم که خدا این شهر رو به شما داده، نه اینکه خواهد داد بلکه داده، و میگه این شهر و هر آنچه در آن است باید به تمامی به خدا تقدیم بشه و حرام بشه. حرام گردد در اینجا به معنی اینه که باید کاملا این شهر از بین بره، به معنی تقدیم کامل و برگشت ناپذیر به خدا هستش.
فقط راهاب روسپی و همه کسانی که با او در خانه‌اش هستند زنده بمانند، زیرا او مأموران را که فرستادیم پنهان کرد. در مورد راهاب در باب 2 داستان رو نوشته، یک زنی بود که جاسوسان رو پناه داد و چطور خدا او رو نجات داد. نمیخوام این رو در واقع وارد توضیحش بشیم، اما شاید این رو کوتاه توضیح میدم. شاید عزیز سوال کنه چرا خدا گفت تمام شهر خراب بشه، تمام شهر ویران بشه. شاید افراد بگن چرا اینجا خدا اینقدر ظالمانه رفتار کرد. از اون سرزمین اریها، سرزمینی بود که مال هنوز مال خدا نشده بود، مال قوم خدا نشده بود، و تابوت عهد خدا که سمبل حضور خداست باید وارد زمین اریها میشد. من و شما موقعی که ایمان آوردیم، توبه و بازگشت کردیم، نگفتیم خدا و ما یه قسمتی گناهکاریم، این گناه رو کردیم، اون گناه رو کردیم. ما اعتراف کردیم که من شخصا و کلن گناهکارم و ریشه گناه در منه. و ریشه گناه، مزد گناه کلام خدا میگه چیه؟ مرگ. مزد گناه مرگ. من و شما بر اون ریشه گناه باید میمردیم، اما عیسی آمد، ما مرگ عیسی رو پذیرفتیم. در واقع اون سرزمین ما هر چیزی که بود مرد و از بین رفت تا عیسی بتونه وارد قلب ما بشه. شهر اریها باید کامل از بین میرفت تا صندوق عهد که سمبل عیسی بود میتونست وارد شهر بشه. آیه 18 و 19، سونیای عزیز اوکی هست یا؟ آره، خدا رو شکر. آیه 18 و 19 خیلی مهمه، به این دو آیه خیلی خوب دقت و توجه کنید. خدا داره، یوشع داره از طرف خدا با قوم سخن میگه. و اما شما از آنچه حرام شده است، یعنی همه چیزهایی که باید از بین بره، حذر کنید، مبادا با برداشتن از چیز حرام خود حرام گردید و اردوگاه اسرائیل را حرام گردانیده به بلا دوچار سازید. تمامی نقره، طلا، همه اشیای برنجین و آهنین وقف خداوندند و باید در خزانه او نهاده شوند. خدا یک بار دیگه به قوم میگه از اون چیزی که حرام شده، هر چیزی که باید سوخته بشه سوخته بشه، هر چیزی هم که قابل سوختن نیست، مثل طلاست، مثل نقره، مثل وسایل فلزی، جمع‌آوری میشه و به خداوند هدیه میشه. و به قوم هشدار میده، میگه مبادا دست بزنید به یکی از این وسایلی که من حرام اعلام کردم و فقط نه فقط خودتون بلکه تمام قوم حرام بشید. یوشع این رو اعلام میکنه، آمین آمین، فریاد برمی آورن، دیوارهای اریها میریزه، قوم پیروزی خدا رو تجربه میکنه و میبینه اون خدایی که وعده داد که بعد از 7 روز این اتفاق میفته، این اتفاق حقیقتا افتاد و قوم وارد شهر اریها شد و شهر رو تسخیر کرد. و یه آیه خیلی زیبایی در آخرین آیه کتاب باب 6 یوشع هست، نوشته خداوند با یوشع می بود و آوازه یوشع در سرتاسر آن سرزمین پیچید. واقعا وقتی این آیه رو خوندم برای کلیسای آلفا اومگا دعا کردم، گفتم خداوند در پایان سال 2020 تمام دنیا، تمام، حالا نه دنیا، حداقل هامبورگ بگه خداوند با کلیسای آلفا اومگا بود و آوازه آلفا اومگا در شهر هامبورگ، در این دنیا، در این شهر بپیچه، ما بتونیم این رو اعلام کنیم. چرا؟ چون نه به قوت ما، نه به قدرت ماست، بلکه با قوت معجزات و روح خداست. و این دعای من و ما باید باشه عزیزان، برای کلیسای ما. یوشع وارد سرزمین کنعان شدن، اولین شهر اریها بود، اما این سرزمین از شهرهای متفاوتی تشکیل شده بود. یوشع وعده خدا رو به یاد داشت، هفته گذشته شنیدیم خدا به او گفت یوشع هر جایی که کف پای خودت رو بگذاری من اون رو به تو خواهم داد. و به صورت خاص قوم دوباره در تسخیر اریها تجربه کردند حضور خدا رو، تجربه کردند قدرت خدا رو، خدایی که گفت در پشت وعده خودش هست و انجام میده و عملی میکنه. یوشع تصمیم گرفت بره شهر بعدی رو تصرف و تسخیر کنه. شهر بعدی اسمش شهر آی بود. اینجا هستش که یوشع و تمام قوم مطمئن بودند که اریهایی که به این بزرگی با این دیوارها رو ما تونستیم با قوت خدا بگیریم، شهرهای دیگه که کوچکتر شاید باشه یا حفاظ به این قطوری نداره، برای ما خیلی ساده تر هست. بریم ببینیم چی شد. در یوشع باب 7 از آیه 2 می‌خوایم آیات رو، اینجا نیست همه آیات، آخرش فقط اینجا هست. یوشع باب 7 آیه 2،
و یوشع مردانی رو از اریها به آی در نزدیکی بیت آون در شرق بیت ایل گسیل داشت. فرمود و بروید و آن منطقه را جاسوسی کنید. پس آن مردان رفته به جاسوسی در آی پرداختند. یوشع یک بار دیگه از همون تکنیک قبلی استفاده میکنه، همونطور که قبل از اینکه به اریها برن جاسوسان رو فرستاد تا اون شهر رو ارزیابی کنه، یک بار دیگه این تصمیم رو میگیره، جاسوسانی رو انتخاب میکنه، میگه قبل از اینکه ما بریم شما برید سرگوش آب بدید ببینید این شهر چه خبره. جاسوسان برمیگردن و به یوشع دارن گزارش میدن و نزد یوشع بازگشته گفتند همه قوم را به جنگ نفرست، 2 یا 3 هزار مرد برآیند و به آی حمله کنند، تمامی قوم را تا آنجا زحمت مده زیرا شمار آنان بس اندک است. جاسوسان برمیگردن میگن ببین یوشع نیازی نیست تمام قوم همه مجهز بشن لشکرکشی کنیم بریم تا اونجا، نیازی نیست قوم رو زحمت بدی، 2-3 هزار نفر میریم یه لقمه چپ میکنیم میایم، ما که مطمئنیم خدا با ماست، گفته هر جای کف پاتون رو بذارین به شما خواهم داد. قومی رو باور داشتن، معجزه خدا رو دیدن، هنوز چند روز نگذشته بود از اریها. یوشع هم خب 100% باور میکنه حرف جاسوسان رو و میگه باشه ببینیم چی شد. پس حدود 3 هزار تن از مردان قوم به آنجا رفتند، اما از برابر مردان آی گریختند. مردان آی حدود 36 تن از آنان را کشتند. آنها از پیش دروازه شهر تا شباری مردان اسرائیل را تعقیب کرده ایشان را به سراشیبی هلاکت کردند و دل قوم گداخته شد مانند آب گردید. 3 هزار نفر رفتند و مطمئن بودند که پیروزی از آن اونهاست، اما به محض اینکه به آی رسیدند فرار کردند. 36 نفرشون کشته شدند، در سراشیبی هلاکت قرار گرفتند و دل قوم مانند آب گداخته شد. مگه خدا به اونها وعده نداده بود هر جایی که کف پای خودتون رو بگذارید من به شما خواهم داد؟ مگه اونها چند روز پیش شهر اریها رو تسخیر نکرده بودند؟ حتما یه عده اون عقب داشتن میگفتن باز هم یوشع اشتباه کرد، باز هم یوشع تصمیم اشتباه گرفت، باز هم یوشع به افرادی که نباید اعتماد میکرد اعتماد کرد، باز هم یوشع به حرف جاسوسا گوش داد. اگر هم یوشع اشتباه نکرده حتما مشایخی که کنارش هستن اشتباه کردن و شاید عقبتر افراد دیگه‌ای بودند که میگفتن چند بار به موسی گفتیم یوشع رو دستگذاری نکن، چند بار به موسی گفتیم یوشع رو انتخاب نکن، کالیب بهتر بود. و یوشع مطمئنا اینها رو داشت میشنید و میدونست، برای اینکه در آیه 6 میگه آنگاه یوشع و همه مشایخ اسرائیل جامه از تن دریدند در برابر صندوق خداوند تا به شامگاه بر روی زمین افتاده خاک بر سرهای خود ریختند و یوشع گفت آه خداوندگار یهوه، چرا این قوم را از اردن عبور دادی تا ما را به دست اموریان هلاک سازی؟ کاش به سکونت در آن سوی اردن قناعت کرده باشیم. خداوندگارا حال که اسرائیل در برابر دشمنان خود عقب نشینی کرده است چه بگویم؟ زیرا کنعانیان و دیگر ساکنان این مرز و بوم خواهند شنید و ما رو محاصره کرده نام ما را از روی زمین محو خواهند کرد. آنگاه تو برای نام بزرگ خود چه خواهی کرد؟ از این اتفاق اونقدر برای یوشع شوکه کننده و غیر قابل انتظار بود، انقدر شوکه کننده و غیر قابل انتظار بود که دهانش بسته شد، میگه من نمیدونم چی باید بگم. تصور کنید عزیزان، ما به عنوان کلیسا گفتیم از ماه فوریه میخوام شروع کنیم وارد کنعان بشیم، وارد این شهر بشیم، شروع کنیم به تسخیر کردن این شهر، شروع کنیم این شهر رو برای خداوندمون عیسی مسیح به چنگ بیاریم، به دست بیاریم، میریم اولین و سخت‌ترین چیز نمیدونم چی خواهد بود، اریهای ما نمیدونم چیه که باید بریم در این دنیا، میریم و خواهیم رفت و شکست خواهیم داد، هللویا، پیروزی‌های بزرگی به دست میاد، دیگه مطمئنیم، هر کی سر جای خودشه، تمام قوم رو هم نیاز نیست زحمت بدیم که بریم و میریم. در مرحله دوم یهو با شکست مواجه میشیم. و با شکست مواجه میشیم. در اینجور مواقع وقتی که همیشه در کلیسا یک مشکلی پیش میاد،
یک شکست کلیسا مواجه میشه، یک اتفاق بدی میفته، یک تلخی در کلیسا به وجود میاد، یک جنگ و دعوایی در کلیسا به وجود میاد، یک ناهماهنگی یا یک گناهی یک جا میزنه بیرون، اولین کسانی که هدف قرار گرفته میشن شبانان کلیسان. اولین نفر اونها مورد هجمه و حمله قرار میگیرن. حتما اونها انتخاب اشتباه کردن، حتما اونها دعای کافی نکردن، حتما اونها خیلی چیزها رو زیر نظر نگرفتند. اگر هم اونها درست بودن، افرادی که کنارشون هستن حتما مشورت اشتباه دادند. همون تصمیم تجربه‌ای که قوم کرد. اما بیایم ببینیم عزیزان، خدا به یوشع چی میگه؟ از آیه 10، 11 و 12 رو اینجا میتونید بخونید. خداوند به یوشع فرمود برخیز، چرا این چنین به روی در افتادی؟ اسرائیل گناه ورزیده است. آنان از عهدی که ایشان را بدان امر فرمودم تجاوز کردند و از چیزهای حرام برداشته دزدی کردند و دروغ گفتند و فریبکارانه رفتار کرده. آنها را در میان اسباب خیش گذاشتند. از این روز که بنی اسرائیل را یارای ایستادگی در برابر دشمنانشان نیست، آنان در برابر دشمن عقب نشینی کردند، زیرا حرام شدند. اگر چیزهای حرام را از میان خود نابود نکنید، من دیگر با شما نخواهم بود. خدا میگه اسرائیل، قوم اسرائیل گناه ورزیده و از عهد خودش تجاوز کرده. از قوم اسرائیل کی گناه کرد؟ کی وقت کرد که گناه کنه؟ اصلا چطور گناه کرد؟ چه گناهی کرد؟ اونا که از فرمان خدا اطاعت کردن، اگر اطاعت نمی کردن که اریحا نمی ریخت، اریحا هم ریخت، اومدن و آماده شدن برای اینکه برن سرزمین های دیگر به دست بیارن. چه گناهی کرد قوم اسرائیل؟ رهبران چه گناهی کردن؟ یوشع در اطاعت بود، مشایخ در اطاعت بودند، کاهنان کار خودشون انجام میدادند. چه اتفاقی افتاد عزیزان؟ یوشع هم نمیفهمید چی داره میشه، میگه دهنش بسته شد. عزیزان تقصیر کدوم یکی از اینها بود؟ تقصیر یوشع بود؟ تقصیر رهبران بود؟ تقصیر مشایخ بود؟ تقصیر کاهنان بود؟ تقصیر سربازان بود؟ جواب گزینه آخر هست، هیچ کدام. بلکه در آیه 1 باب 7، آیه‌ای که ازش عبور کردیم، اما بنی اسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند، زیرا اخان پسر کرمی، پسر زبدی، پسر زراح از قبیله یهودا از آنچه حرام شده بود برگرفت. پس خشم خداوند بر بنی اسرائیل افروخته شد. بنی اسرائیل میگه حرام شدند، خیانت ورزیدند. چرا؟ چون تمام قوم گناه کردند. یک نفر. این داستان عزیزان به ما اینجا نشون میده هر اتفاق بد و مشکلی که در کلیسا پیش میاد، اشکال و اشتباه از شبانان نیست، اشکال و اشتباه از رهبران نیست، اشکال و اشتباه از خادمین نیست. اخان یک شخص کاملا عادی، گمنام و بدون خدمت خاصی در قوم بود. یوشع اسم 3 پدر اخان رو میگه، پدر بزرگش رو میگه تا بخواد نشون بده یه هویتی به اخان بده که این اصلا متعلق به قوم بوده. چون عهد عتیق رو نگاه میکنیم، یه کسی که منصبی داشته باشه بلافاصله مینوشتن اگه اخان فرمانده بود، اخان فرمانده لشکر، اخان مشایخ قوم سبت فلان، اخان نمیدونم مشاور فلان. اخان یک عضو کاملا عادی در قوم بود. در کلیسا اخان میتونه از نظر هویتی یک کسی باشه که تازه توبه کرده، ایمان آورده و تولد تازه به دست آورده و عضو کلیسا شده، تازه حق جویانش رو تموم کرده، کسی که شاید همه قوم رو اصلا نشناسن. چون یوشع کلی توضیح داده در مورد اخان. از اون 3 انسان میتونه وجود داشته باشه در کلیسا. اگر ما این رو کلیسا در نظر بگیریم، افرادی که زندگی اونها کاملا از کلیسا جداست، افرادی که هیچ نقطه اتصالی با کلیسا ندارند، هیچ ارتباطی با کلیسا ندارند، هیچ تعلقی
به کلیسا احساس نمی کنند. یعنی کاملا یک دنیای جداگونه دارن از خودشون، کلیسا و زندگی خودشون. این میشه یک شخص بی ایمان، یک شخصی که تولد تازه رو نداره. و احیانا اگر عزیزی در بین ما هست، امیدوارم که نیست، نباشه، که اگر ایماندار هستی و زندگی خودت رو اینطور میبینی، باید بگم که تولد تازه رو نداری. چون محال ممکنه یک شخص تولد تازه رو پیدا کنه، روح خدا رو داشته باشه، اما هیچ اتصال و ارتباطی با بدن مسیح در خودش احساس نکنه. دومین دسته از آدم ها افرادی هستند که، یکی هم اگه بزنیم، اتصال و ارتباط به بدن مسیح دارند، خودشون رو یک قسمت و یک جزئی از بدن مسیح میدونن، اما زندگی اونها به دو قسمت تقسیم شده. قسمتی زندگی کلیسایی اونهاست، میان در جلسات شرکت میکنند، پرستش میکنند، دعا میکنند، مشارکت میکنند، هدیه میدن، ده یک میدن و خدمت هم حتی میتونن بکنن، و یک قسمت زندگی شخصی اونهاست. این زندگی منه، به هیچ کس هم ربط نداره من میخوام چیکار کنم. این زندگی منه به کلیسا اصلا ربطی نداره. من هر تصمیمی بر خودم میگیرم، هر کاری که دلم میخواد من میتونم بکنم. من کلیسا میرم، جلساتو شرکت میکنم، وفادار خدمت میکنم، ده یک و هدیه میدم، ولی بقیه زندگی پریوات من، زندگی پریوات منه، زندگی شخصی منه. این عزیزان یک زندگی اخوانگون است. این زندگی اخوان هست. اولین روحیه‌ای که در اخوان بود، احساس بیمسئولیتی و بیتفاوتی نسبت به قوم بود، نسبت به کلیسا، که زندگی خودت زندگی خودته. من میدونم، من برای خودم تصمیم میگیرم، هر کاری که دلم میخواد میکنم. تصمیمات من، زندگی من ربطی نداره به شبانهای کلیسا، به رهبرهای کلیسا. دومین قسمتی که در اخوان بود، روحیه‌ای که در اخوان بود، عدم اطاعت و بی‌حرمت شمردن و ناچیز شمردن احکام خدا و تصمیماتی که رهبرش گرفته بود. ای بابا، یوشع حالا بازم داره زیادش میکنه. این همه طلا و نقره تو این شهر هست، این همه گاو و گوسفند هست، این همه چیز هست، حالا بریم هزار تا خونه رو بسوزونیم. طلا نقره هم که حتما همه رو میخواد ببره تو معبد، آخرم خودش هم میره، همه میشه مال خودش، ما میمونیم اینجا فقیر بیچاره. از نظر من یوشع تصمیم اشتباهی گرفته و من گوش نمیدم، بقیه قوم میخوان گوش بدن. از نظر من یوشع تصمیم اشتباه گرفته و من اطاعت نمی کنم. از نظر من یوشع تصمیم اشتباه گرفته. هر جایی که عزیزان ما تصمیمات شبانان خودمون رو زیر سوال میبریم، حتی اگر از نظر ما اشتباهه، حتی اگر از نظر ما 100% اشتباهه، زیر سوال میبریم و نااطاعتی میکنیم و اطاعت نمیکنیم، اونجا داریم مثل یک اخوان رفتار و زندگی میکنیم. تا کجا، شاید یک نفر بپرسه، تا کجا باید اطاعت کنم؟ تا جایی که گناه نباشه. ولی شاید از نظر من و شما یک چیزی اشتباه تصمیم بگیرم. من همین چند وقت پیش بود در مورد یه موضوعی با پاستور صحبت میکردیم، من اصلا متوجه نمیشدم، قانع نمیشدم و صحبت کردم، از نظر من اشتباه، ولی واقعا در حضور خودش این دعا رو کردم، گفتم خداوند حتی اگر من نمیفهمم که پاستور چرا این تصمیم رو گرفته، من میخوام اطاعت کنم. حتی اگه من نمیفهمم، اگرم اشتباه باشه، روزی خود او باید به خدا جوابگو باشه و به کلیسا. از این خدا من و شما رو نخوانده در کلیسای باشیم و تصمیم گی بسنجیم که آیا تصمیمات اشتباه درسته. ما از خیلی دلایل خبر نداریم که این عزیزان تصمیم گیری میکنن. افرادی شاید در کلیسا باشه، من میام کلیسا، من فقط برای عیسی میام، من فقط به عیسی نگاه میکنم، من فقط عیسی رو خدمت میکنم، من فقط عاشق عیسی، به هیچ کیم کار ندارم. عزیزان، همان عیسایی که تو فقط به خاطر او میای کلیسا، همان عیسایی که تو میای فقط او رو پرستش کنی، همان عیسایی که تو میای فقط او رو خدمت کنی، همان عیسی این دو عزیز رو به عنوان شبان کلیسا انتخاب کرده. و وقتی اطاعت نمی کنی، مستقیم داری از همان عیسی بی اطاعتی می کنی و بی حرمتی می کنی. واقعا خدا به خود من نشون داد
که اگر من به عنوان رهبر انتخاب شدم، تو همین واقعا هفته گذشته خدا به من نشون داد. به این معنی نیست که من از تمام قسمت‌ها باید برم، واقعا اینطوری بودم. میخوام اعتراف کنم این مشکل دارم. همه چیزو فکر می‌کردم من باید نظر بدم، الان رهبر شدم من باید با من مش صحبت بشه یا چیز بشه. نه، خدا واقعا با من صحبت کرد. اگر تو به عنوان رهبر گذاشته شدی، به این دلیل گذاشته شدی که جایی که این دو نفر میخوان سوال کنن، میخوان مشورت کنن، نیاز به کمک دارن، بیان و از تو سوال کنند و تو نظر بدی. خدا من اگه سوال نکنن چی؟ هیچی، دهنتو ببند و اطاعت کن. اگر ما فکر میکنیم انتخابات این عزیزان اشتباهه و نااطاعتی میکنیم، قبول نداریم، اخوانگونه رفتار میکنیم. اخوان سه چیز رو دزدید. یک ردای فاخر بود، یک ردای نفیس بود، 200 مثقال نقره بود و یک شمش طلا، و برد و در چادر، در زمین چادر خودش پنهان کرد و مخفی کرد. عزیزان، چه گناه‌هایی در زندگی‌های ما، در زمین‌های قلب ما کاشتیم، پنهان کردیم زیر زمین و فکر میکنیم که کسی نمیبینه. واقعا هم کسی نمیبینه، اما خدا آگاهه. چه چیزهایی عزیزان در قلب ما هست؟ چه گناهانی در زندگی ما هست؟ موعظه سرکوه رو به یاد میاریم. خیلی خوشحال شدم این سرود آخر که با خوشبحال‌ها شروع شد، ابتدای موعظه سرکوه. عیسی میگه شنیده اید که گفته شده قتل مکن، اما من به شما میگویم هر که در دل خود، نه به زبان خود، در دل خود برادر خود را احمق خطاب کند، همان دم در دل خود او را کشته و قتل کرده. عزیزان، اگر ما پشت سر برادر و خواهرمون غیبت میکنیم، بدگویی میکنیم، تهمت میزنیم، اونها رو پایین میکشیم، اونها رو خراب میکنیم، تمسخر میکنیم، به خاطر اینکه شاید جاهایی به ما ضربه خورده، اونها رو تو جمع حقیر میکنیم، کوچیک میکنیم، متلک میگیم، تیکه میندازیم، اونجا ما قتل کردیم و برادر و خواهرمون رو کشتیم. شنیده اید که گفته شده زنا مکن، اما من به شما میگویم هر که با نگاه بد، با چشم بد به برادر یا برادر یا خواهر خود نگاه کند، همان دم در دل خود زنا کرده است. ما به چشم، با چه چشمی در کلیسا به برادر و خواهرای همدیگه نگاه میکنیم؟ در این دنیا، در بیرون، در جامعه، هر جایی که هستیم با چه چشمی نگاه میکنیم؟ پسران و دختران مجرد و حتی با چه چشمی نگاه میکنیم؟ اگر نگاهی از روی شهوت باشه، همان دم میگه زناکار هستیم. ما تو گوشی های موبایلمون، توی تبلت هایمون به چه صفحه هایی نگاه میکنیم؟ صفحه های پورنوگرافی؟ چه تکست هایی رو میخونیم؟ چه متن هایی رو میخونیم؟ متن هایی که توش بعضن جوک های رکیک نوشته شده؟ با چشمی که به خون عیسی شسته شده و مقدسه، چه چیزی رو نگاه میکنیم و میخونیم؟ دزدی نکنید. امکان داره کسی بگه من دزدی نکردم. دزدی یعنی که از خونه یه نفر بریم بالا، از دیوار خونه یکی بریم بالا. اولین دزدی که یک ایماندار میتونه بکنه، مخصوصا خادمین عزیز، برای همه هست، دزدی از خداست. دزدی از خداست. در ملاکی باب 3 آیه 8 میگه، خدا میگه، میگه اما شما از من میدزدید و میگویید در چه چیز از تو دزدیده ایم. خدا جواب میده در 10:1. از اون شاید کسی بگه که من چرا دارم اینقدر سخت سخن میگم، اما وای بر من اگر در این جای مقدس بیستم و کمتر از حقیقت خدا بخوام حرف بزنم. وای بر من اگر اینجا بیستم و بخوام برای خوشنودی یک انسان حرف بزنم، نه خوشنودی خدا. خدا میگه برادر و خواهر عزیز، اگر 10:1 رو نمیدی یا حتی یک سنت، حتی یک سنت کمتر از 10:1 رو میدی، خدا میگه داری دزدی میکنی از من. 10:1 عزیزان مال کلیسا نیست، مال پاستور نیست، مال خادم نیست، مال خداست، سهم خداست.
و خدا هم از حق خودش نگذشت. خداست دیگه، دوست نداشت ببخشه، بگه اشکال نداره نمیدید. افرادی رو بعضن میبینم خیلی هر ماه خرچهای متفاوت میکنن، مهمونی میگیرن، مهمونی میدن، خرید میکنن، این ور اون ور، کنسرت، هزار تا برنامه، ده یک ماه هنوز وضعیت مالیم مناسب و مساعد نشده. عزیزان، برای یک ایماندار تولد تازه یافته، حتی اگر شده ما گرسنه بمونیم، باید ده یک خودمون رو به خدا بدیم. دزدی دیگه چی میتونه باشه؟ اگه کار سیاه میکنی و همزمان داری پول میگیری از دولت، تو دزد هستی، چون داری از صندوق مالیات این کشور دزدی میکنی. صندوق مالیاتی که دولت گذاشته تا برای تمام این کشور خرج بشه، تو داری دزدی میکنی. خدا اگر ما اینطور رفتار کنیم، من برم کار سیاه کنم و از دولت پول بگیرم، من دزد هستم. دزدی در وقت، اگر من باید برم 8 ساعت یه جا کار کنم، نیم ساعت دیرتر میرم، نیم ساعت زودتر میام، دارم از سابکارم دزدی میکنم. اگه پازه من نیم ساعته، من 40 دقیقه پازه میکنم، دارم از سابکارم دزدی میکنم. و هزار اقسام دزدی میتونه باشه. از اون دزدی از خونه مردم بالا رفتن نیست، از دیوار خونه مردم. و عزیزان، خیلی گناهای دیگه ای که در درون زندگی ما، قلبهای ما پنهان شده. عزیزان، هر کدوم ما میتونیم یک اخوان باشیم برای این کلیسا. اول از همه خود من، من میتونم یک اخوان باشم برای این کلیسا. اگه تو میگی زندگی من، زندگی شخصی من اصلا ربطی نداره، من چی کار میکنم؟ نه عزیز من، اگر تو یک سوار یک قایق یا کشتی میشی، بلیط میخری، یه صندلی میشینی، میگی این صندلی منه، من دلم میخواد این صندلی خودم رو سوراخ کنم، 100% این بلیط رو دادی، این صندلی مال توه. ولی اگه این صندلی رو سوراخ کنی، تو و کشتی همه با هم غرق میشید. من نمیتونم سوار هواپیما بشم بگم هوا نیست، من میخوام شیشه بغل خودم رو بشکونم. من با تمام هواپیما با هم سقوط خواهیم کرد. زندگی پریوات من، زندگی شخصی من اصلا ربطی به کلیسا نداره. دوخ ربط داره. هر تصمیمی که ما میگیریم عزیزان، کوچکترین عضو این کلیسا، عزیزانی که تازه حقجویان رو تمام کردید، هنوزم اگه تنبیت نشدید، اگر تولد تازه رو داری، کوچکترین تصمیمی که ما در زندگی خودمون میگیریم، به پیروزی و سلامتی کلیسا لطمه میزنه. همه این چیزهایی که گفتم چقدر میتونه مخرب باشه و چقدر مخربتر وقتی ما با همه اینها به این میز مقدس عشا نزدیک میشیم. این کارتونا و این فیلم ها رو دیدید که یکی میاد دست میکنه تو پیریز برق، همونجا خوش میشه، میمیره و میافته. حقیقتا عزیزان، این سرودی که خوندیم، فیض خدا، اگر یک میلیونیوم ثانیه فیض خدا برداشته بشه، وقتی ما دست به این میز میزنیم، همینجا باید خشک بشیم بیافتیم. یعنی اول از همه خود من، اول از همه خود من. با چه عزیزان روحی، با چه حالتی به این میز نزدیک میشیم؟ 2 سال پیش بود، من یادم نیست تو کلیسا شهادت دادم یا در جمع خادمین، یک روزی که عشا داشتیم، بعد از موعظه بود، اگه اشتباه نکنم خواهر نسرین موعظه داشت، دعوت کرد برای دعا. من اومدم اینجا ایستادم، چشمم بسته بود و خدا یک لحظه یا چند لحظه میتونم بگم چشم روحانی منو باز کرد. من در اون چند لحظه، خواستیم بعدش بریم عشا برداریم، من در اون چند لحظه به حدی خودم رو کثیف دیدم، به حدی خودم رو نجس دیدم، به حدی بوی تعفن از من می اومد، به حدی سیاه و کثیف بودم که واقعا این ناخونام و انگشتام انقدر تو کف دستم فشار داده بودم که تمام این جای ناخون تو کف دستم هم مونده بود. و میگفتم من اصلا نباید نزدیک بشم به این میز، ولی میدونستم تنها چیزی که میتونه منو پاک کنه خون عیسی مسیح. وقتی که نزدیک شدم، من میخواستم این پیاله شراب رو به جای اینکه بنوشم، میخواستم بریزم رو خودم، چون واقعا میگفتم این خون عیسی میتونه کثیفی‌های منو پاک کنه. عزیزان، چطور نزدیک میشیم؟ تو این چند بار آخر من دیدم افرادی که میان، حتما از ناآگاهی و ندانستن است. من اجازه دارم کوتاه این سینی رو بگیرم. وقتی نان رو ما میدیم، میگیم این از بدن مسیح که برای تو داده شده، افراد میگن مرسی.
شکلات تعارف نمی کنیم عزیزان. این است بدن عیسی مسیح خداوند که روی صلیب برای تو داده شد. بدنی که پر از قدوسیت بود، پر از جلال بود، پر از نور بود. هیچ گناهی در او یافت نشد. تنها جوابی که در مقابل این باید داده بشه، آمین خداوند میپذیرم. آمین دریافت میکنم. و همینطور با پیاله شراب. و باشه که عزیزان خداوند حقیقتاً امروز چشمان ما رو باز کنه. و دسته سوم از افراد، وارد سلاید بعدی اگر بشیم، کسانی که تمام زندگی اونها به کلیسا مربوط میشه. زندگی ایماندار تسلیم و سرسپرده به عیسی مسیح. این به این معنی است که از ما جامون رو بیاریم پهن کنیم تو کلیسا بخوابیم. هر جایی که ما میریم، تو مدرسه، تو محل کار، با خانواده، در هایم، در هر جایی که هستیم، وقتی باور کنیم هر فکری که من دارم، هر تصمیمی که من میگیرم، هر رفتاری که من میکنم، حتی اگه همه دور بر من بی ایمان باشند، تأثیر مستقیم میتونه در سلامتی و پیروزی کلیسا بگذاره. این یک زندگیه، یک ایماندار تسلیم و سرسپرده به مسیحه. کسی که نه یه قسمتی من، یه قسمتی کلیسا، بلکه تمام من برای قوم خدا، تمام من برای کلیساست. خدا با یوشع صحبت میکنه در آیه 13. پس اکنون برخیز و قوم را تقدیس کرده به دیشان بگو، خود را برای فردا تقدیس کنید. زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید: ای اسرائیل، چیزهای حرام در میان شماست. تا زمانی که چیزهای حرام را از میان خود دور نکنید، یارای ایستادگی در برابر دشمنانتان را نخواهید داشت. تا زمانی که چیزهای حرام را از میان خود دور نکنید، یارای ایستادگی و نبرد و حمله را نخواهید داشت. خدا به یوشع میگه قوم رو بیار، هر قبیله‌ای که من جدا کردم از توی قبیله، هر طایفه، از توی هر طایفه، هر خانواده و از توی هر خانواده، هر مردی که من جدا کردم، او گناه کرده. یوشع اطاعت میکنه، اخوان جدا میشه و یوشع بهش میگه خودت اعتراف کن. اعتراف میکنه، کاملا اعتراف میکنه و یوشع بهش میگه چرا قوم رو به مصیبت انداختی؟ چرا باعث شکست شدی؟ و اخوان رو به یک زمینی بردند و با تمام فرزندانش، با تمام هر آن چیز جانداری که داشت، سنگسار کردند. و این طور بود که قوم، چیزهای حرام از میان قوم پاک شد. عزیزان، امروز این سرودها رو خوندیم. فیض خدا اینجاست. فیض خدا برای ما اینجاست که من و تو سنگسار نشیم. فیض خدا اینجاست تا من و تو اون گناهان مخفی که در دل ما داریم، اگر کلیسا برای تو اهمیت داره، اگر پیروزی کلیسا برای تو مهمه، اگر سرنوشت قوم خدا برای تو با ارزشه، بیایم عزیزان گناهان مخفی که چیزهایی رو من عنوان کردم، شاید چیزهایی باشه که روح خدا به تو نشون میده، به حضور خدا بیاریم و این باور رو داشته باشیم که کوچکترین گناه من و تو میتونه باعث شکست کلیسا بشه. و در میز عشا وقتی که توبه کردیم، امروز بیایم، امروز 4 میز متفاوت اینجا خواهیم داشت که هر کسی بیاد و دوباره یک عهد و پیمانی رو ببنده با شبان اعظم کلیسا، با رهبر اصلی این قوم که خود عیسی مسیح هست، بعد از اینکه توبه و بازگشت کرده، بعد از اینکه دل خودش رو تفتیش کرده و بیاد یک بار دیگه قدم برداره و با او عهد ببنده که خداوند، من میخوام زندگی خودم رو نه مثل اخوان، بلکه مثل یک شخص سرسپرده و تسلیم به تو تقدیم کنم.
و اینطور هستش که عزیزان ما میتونیم بریم در دنیا و پیروزی هایی رو به دست بیاریم. اگر درون قوم پاک نشه، میگه تا زمانی که چیزهای حرام رو از خود دور نکنید، یارای نه رو قبلی اگر باشید مهسا جان، اگر تا زمانی که چیزهای حرام رو از میان خود دور نکنید، یارای ایستادگی در برابر دشمنانتان رو نخواهید داشت. و یه دونه برو بعد، اگر چیزهای حرام رو، این آخر تو آیه 12 است، میگه اگر چیزهای حرام رو از میان خود نابود نکنید، من دیگر با شما نخواهم بود. و بعد از اینکه اخوان سنگسار شد، در همون زمین او رو دفن کردند و اسم اون زمین شد وادی اخور، یعنی سرزمین مصیبت. سرزمین مصیبت. بیایم عزیزان امروز با تفتیش قلبی و با تقدیم دوباره قلب‌های خودمون کاری کنیم که قلب‌های ما، که زندگی ما برای کلیسا وادی اخور نباشه، سرزمین مصیبت نباشه. اگر چیزهای حرام را از میان خود نابود نکنید، من دیگر با شما نخواهم بود.